سلام دوستان و خوش اومدیم به یک قسمت دیگر از هفته نامه های آکادمی گنج. امروز میخوایم در مورد هفته گذشته داستان ETFی که امروز اتفاق افتاد صحبت بکنیم و همچنین مثل همیشه به اخبار بپردازیم و هفته پیش رو هم با هم بررسی کنیم. با ما همراه باشید که نکات خیلی جالبی داریم ویدیو با هم خواهیم داشت. خب دوستان خیلی خوش اومدین. اولا با عرض پوزش من کمی امروز سرما خوردم ولی خب سعی میکنم که با همون انرژی و قدرت بتونیم که ویدیو رو با هم داشته باشیم. بریم سریع سراغ اصل مطلب. شاید قبل از اینکه بخوام راجع به موضوعات دیگه صحبت کنیم، دوست دارم که اول از همه در مورد داستانی که امروز اتفاق افتاد، چند ساعت پیش اتفاق افتاد، با هم صحبت کنیم. و اون داستان این خبر فیک ETF بود که منتشر شد، که خب باعث شد که نوسانات قابل توجهی در قیمت بیت کوین به وجود بیاد. همه با هم دیدیمش، اما می‌خوایم که چه برداشتی میتونیم ما بکنیم از این اتفاق. اول ببینیم دقیقا چه اتفاقی افتاد. اگر که بخوایم که جزئیات این داستان رو بخونیم، میتونیم بریم از اطلاعاتی که خود در واقع کوین تلگراف گذاشته بخونیم، که توجیهشون و حرفشون این بود که یکی از امپلوی ها، یکی از کارمندانشون که اطلاعات رو از یک کانال تلگرامی میگرفته، که اون کانال در واقع اشتباه یک خبر دروغین رو استرا هم منتشر کرده که ETF بیت کوین بلک راک توسط SEC اپروو یا تایید شده، و خب این خبر رو گذاشتن و باعث شده که بعد از اون هم که میدونید اخبار در دنیای امروزه یهو پخش میشه دیگه، خیلی کسی چک نمیکنه خبرها چقدر درست یا غلط بوده، و خب این پخش شدنش باعث شد که افزایش قیمتی در بیت کوین داشته باشیم و بعد از اون بازگشت رو داشتیم با معلوم شدن اینکه خبر فیک بوده. ولی خب این بالا پایین رفتن شاید برای کسانی که بازار اسپات کار میکردن طبیعتا خیلی تاثیرگذار نبوده، هرچند که بعد از اون بازار آروم آروم داره به سمت بالا حرکت میکنه، در مورد اون جلوتر صحبت خواهیم کرد. اما طبیعتا کسانی که در بازارهای فیوچرز ترید میکردن بسیار بسیار به این بهشون فشار اومده، و اتفاقی که میفته اینه که این حرکات این چنینی منجر به چی میشه؟ منجر به لیکویدیشن های خیلی زیاد میشه. اینجا داریم به رنگ قرمز رنگ لیکویدیشن های لانگ رو با هم میبینیم، حتی این نمودار ساعتی هستش، ولی خب به هر حال لیکویدیشن ها رو داریم میبینیم. و چیزی که باید در کنارش بهش توجه کنیم، پایین سفر اگر توجه نگاه بکنید به رنگ بنفش رنگ مقدار اوپن اینترست رو داریم میبینیم که چقدر یهو ریختش، و این به معنی که کلی پوزیشن بزرگ شروع به بسته شدن کردن. حرکت قابل توجهی بود، شکی درش نیستش، ولی خب از این حرکت ها هر چند وقت یه بار در بازار کریپتو حالا چه به سمت بالا چه به سمت پایین میبینیم. اگه دقت بکنید سایز لیکویدیشن در یک ساعت خیلی متفاوت نبود از عددی که قبلا میدیدیم، و به هر حال این نوسانات جزئی از بازار کریپتو هستش. خب چه نکاتی رو باید بهش توجه بکنیم؟ امروز کمی ترتیب کارا رو عوض می‌کنم. اول می‌خوام راجع به آن چین صحبت بکنم. اولا در بازار اسپات آن چین تقریبا هیچ اتفاق نیفتاد. بله حرکت رو داشتیم، یعنی حرکت بالاخره تاثیر خودش رو گذاشت به سمت بالا، چون قیمت واقعا داره میره بالا. میگم فقط اون حرکت یک دقیقه ای نبوده، قیمت واقعا در حال حرکت به سمت بالا هستش. اما در یک نگاه میان مدت اگر نگاه بکنیم، تقریبا حرفایی که هفته پیش در هفته نامه زدیم و هفته قبل زدیم کماکان سر جاش هستش. اتفاق جدید عجب غریبی برای بازار نیفتاده، و این حتی توی بازار بورس هم قابل مشاهده هستش. یک کمی فاندامنتال بازار تغییر کرده، راجع به اون تو قسمت اخبار با هم صحبت خواهیم کرد. اما در حالت کلی اون فضایی که برای سال 2023 از اول سال 2023 با هم دیگر صحبت کرده بودیم، اون مینی بول مارکت، مینی بر مارکت، اون مینی بول مارکت و رنج تغییر نکرده. من کماکان انتظار شروع یک بول مارکت عظیم رو ندارم قبل از انتهای امسال، و میگم همه حرفا دوست دارم حرفامو تکرار کنم، حتما به هفته نامه های قبل مراجعه بکنید، ولی خب همه حرفا تقریبا سر جاش هستش. اما نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که اگر به اوپن اینترست نگاه بکنیم، میبینیم که با وجود اینکه این ریزش اینجا اتفاق افتاده، من کمی اینورتر میارم نمودار رو که بتونیم ببینیم، با وجودی که این ریزش اینجا اتفاق افتاده، میتونیم ببینیم که کماکان برنگشتیم به لول اوپن اینترستی که در آگوست داشتیم، در اواسط آگوست قبل از این ریزش 17 آگوست داشتیم. پس و ریزش هم اونقدر بزرگ نبوده نسبت به اسکیلی که در یه ماه اخیر شروع کردیم به پوزیشن ها اضافه شدن. پس در کل به نظر میرسه که تریدرهای لبرج دار به بازار برگشتن، طبیعتاً نیفتریاشون امروز از بازار خارج شدن، هم لانگ هم شورت، هم به خاطر اینکه حرکت به دو طرف بود بالاخره. اما یه ذره کم کم داره بازار اون ترسش میریزه، اون ترسی که از اواسط آگوست به این بر توش افتاده بود کم کم داره ازش میریزه.
و اگر که به فاندینگ ریت نگاه بکنیم، فاندینگ ریت مثبت هستش، نشون میده که کماکان تریدر های لانگ توی بازار بیشتر هستن و در کل یک هفته اخیر حداقل اینطور بوده، پیش نظرات به سمت لانگ بیشتر هستش. یکی از دلایلش بحث فاندامنتال و بحث نرخ بهره هستش که جلوتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما موضوع خیلی مهمتری که من دوست دارم بهش بپردازم، حالا که بحث ETF هست خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنم، این هستش که چقدر این خبر وقتی خبر واقعیش بیاد تاثیرگذار خواهد بود. اولا این خبر فیکی که منتشر شد و حرکتی که اتفاق افتاد نشون داد که توجه بازار طبیعتاً به این موضوع هست. به هر حال بحث ETF اسپات بیت کوین موضوعی هستش که سالهاست ذهن سرمایه‌گذاران رو درگیر کرده، از زمانی که ETF فیوچرز بیت کوین، یعنی از سال 2018 که فیوچرزش تایید شد همه منتظر اثباتش بودند و هستند، و خب بالاخره سنگ اندازی‌های زیادی وسط راه اینجا اتفاق افتاده بوده و همه منتظر هستند که اتفاق بیفته. پس طبیعتاً وقتی که اتفاق بیفته، وقتی که خبر واقعی بیاد، بسیار بسیار چی خواهد بود، بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود در بازار و این اجتناب ناپذیر هستش. این انسان جای بحثی به نظر من نداره. اما داستان این هستش که همونطور که قبلا صحبت کردیم در ویدیوهای دیگه، اون جمله معروف شایعه رو بخر خبر رو بفروش رو به خاطر بیاریم، و اینکه این علت پشت این حرف چی هستش. موقعی که ETF در یه جورایی معلوم باشه که قرار تایید بشه، اگر که دیگه هیچ دستانداز قانونی باقی نمونده باشه، که کم کم به نظر میرسه داریم به اون نقطه میرسیم، صرفا چند تا چاله چوله آخر راه هستش، موقعی که اما مطمئن بشن سرمایه گذارها قبل از اینکه خود خبر بیاد بیرون، تغییر قیمت اتفاق میفته، بازار پرایس میکنه، بازار در واقع چی میگن پرایس این میکنه قبل از اینکه بخواد، قبل از اینکه یک خبری بخواد منتشر بشه، و موقعی که اون خبر منتشر میشه معمولا تاثیرش برعکس هستش. میگم معمولا چون هیچ چیزی در بازار قطعی و قابل پیش بینی نیستش، اما این چیزی هستش که حداقل میتونیم حد بزنیم از بازار و چیزی که بارها و بارها طی خبرهای مختلف از بازار دیدیم. و خب این خبر یه جوری علت این که این نوسان به این شدت و حرکت به این بزرگی رو اتفاق افتاد، یکیش خب بالاخره بحث بازار فیوچرز هستش و این توی هر خبر اتفاق میفته، نوسانات کوتاه مدت خیلی سریع خواهیم داشت از میخوام، و بعدش جهتگیری بازار مشخص میشه. اما دلیل دومی بود که بازار هنوز آماده نبود و هنوز اون اطمینان به وجود نیومده بود که این در واقع خبر واقعی هستش. معمولا این خبرهای جدی واقعی وقتی میخوام منتشر بشن میگم قبلش پرایس این میشه. اما نکته ای که باید یاد به نظر من لازمه بهش بپردازیم و یاد بگیریم این هستش که چقدر تقاضا وجود داره برای ETF اسپات بیت کوین و میتونه در رو به مقدار خیلی خیلی زیادی لیکویدیتی از حساب‌های پس‌انداز آمریکایی‌ها و حتی کانادایی‌ها باز بکنه به بیت کوین و به شکل به طور خاص اسپات بیت کوین. این موضوعی بود که در مورد ETF ها می‌خواستم در موردش باهاتون صحبت بکنم. یک توییتی هم از یکی از دوستان در توییتر من امروز دیدم، خیلی رندوم، از آقای به نام آرش DRE21 دیدم، و خب این نمودار رو گذاشته بودن، نمودار کوتاه مدت رو گذاشته بودن و بالاش جمله نوشته بودن که راجع به این جمله میخوام صحبت بکنم، و این سوء تفاهمی که میدونم خیلی ها وجود داره براشون رو حل بکنم، و جمله این بود که حجم فروش بیشتر بود از حجم خرید با خبر ETF. اینسایدر تریدینگ در مارکت بیقانون میشه این. و علتی که این حرف رو دارم میزنم اینه که این کندل قرمز رنگی که اینجا وجود داره، احتمالاً کندل یک دقیقه‌ای، حجم بزرگتری داره تا کندل سبز رنگی که قبلش وجود داره. خب این جمله اشتباه هستش و من بهشون اشاره کردم که اشتباه هستش و تایید هم کردن، که خب برای من خیلی جالب بود که در کمیته فارسی متاسفانه خیلی کم پیدا میشه آدمایی که انتقاد پذیر باشه، ولی خب جالب بود. ولی خب میخوام بگم که چرا این جمله اشتباه هستش. دوستان، حجم فروش و حجم خرید همیشه در هر بازاری همیشه یکسان هستش. هیچ وقت حجم فروش با حجم خرید متفاوت نیستش. هر خریدی که انجام میشه یه طرفش فروشنده داره. شما نمیتونید بفروشیم و کسی نخره. اگه بفروشیم و کسی نخره، قیمت اصلا فروش صورت نمیگیره. معامله به معنای این هستش که دو نفر که یکیشون معتقد قیمت یه چیزی میره بالا، یکیشون معتقد قیمت یه چیز میاد پایین، در یک قیمت توافق بکنن. اگر توافقی وجود نداشته باشه یا اگر یکی از دو سمت وجود نداشته باشه، معامله ای انجام نمیشه. پس این رنگی که اینجا میبینید، رنگ کندل ها، صرفا در زمان داره نشون میده، داره نشون میده در یک دقیقه اخیر چه تغییراتی صورت گرفته و اینکه این در کل در این یک دقیقه اخیر چند تا از این معامله ها صورت گرفته.
و این رنگ کندل ها هیچ چیز خاصی جز این رو به ما نمیگن، همه معاملاتی که صورت گرفته و اندازه همه معاملاتی که صورت گرفته، نه نشون میدن که حجم فروش بیشتر بود، حجم خرید بیشتر بود، این رو از روی کندل ها نمیشه دید. اما راههایی هست که بشه این رو دید. اون راه چی هستش؟ در دوره آنچه با هم صحبت کرده بودیم به تیکر بای سل ریشیو، و فکر کنم توی خود صفحه گنج هم که برین اصلا میتونید نمودار رو ببینید، و این نسبت خریدارها و فروشنده هایی که تیکر بازار هستن نه میکر بازار رو نشون میده، کسانی که با در واقع ترید اصطلاحا مارکت میکنن، چقدرشون لانگن، چقدرشون خریدارن، چقدرشون فروشنده، لانگ و شورت، نه خریدار و فروشنده. و این نسبت اینها اگر که مقدار خریدارهایی که مارکت خرید میکنن بیشتر باشه، یعنی خیلی ها اومدن که فقط بخرن، به هر قیمتی شده بخرن، و اگه برعکس باشه برعکس. و خب اینجا میتونیم ببینیم، حالا خود نمودارش خیلی راحت قابل دیدن نیست، چارت یک دقیقه شو داریم نگاه میکنیم و میانگین هفت دقیقه هفت تا یعنی میانگین هفت دقیقه رو داریم نگاه میکنیم، و اینجا جایی هستش که خبر منتشر شد، میتونیم ببینیم که اتفاق خاصی برای نمودار نیفتاده، توی همون رنجی هستش که توی چند ساعت قبل و بعدش هم بوده. پس نشون میده که خیلی اون پنیکه شاید اونقدر واقعی نبوده. توجه کنید یه بخش قابل توجهش این پایین اومدنش به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که مقدار فروش های مارکت زیاد بوده. چرا؟ چون لیکویدیشن ها هم از جنس فروش مارکت هستن. ولی خب این جمله رو در واقع نمیشه از حتی از این نمودار هم نمیشه. آره اگر یک اسپایک که خیلی بزرگ به سمت بالا داشتیم یا به سمت پایین داشتیم میشد همچین برداشت کرد، ولی چه از نمودار آنچین و مخصوصا از نمودار عادی همچین جمله‌ای رو برداشت نکنیم. پس کل این داستانا چیزی که تو ذهنتون بمونه، مقدار خرید از با فروش همیشه همیشه برابره، هیچ وقت کمتر یا بیشتر نیستش. بسیار عالی. خب امروز یک کمی ترتیب رو جابجا کردیم، اول راجع به آن چین صحبت کردیم، بریم که راجع به یک کمی اوضاع فاندامنتال صحبت بکنیم، راجع به اخبار صحبت بکنیم. اخبار هفته گذشته همونطور که در هفته نامه هم گفته بودیم، مهمترین خبر CPI و PPI آمریکا بود. روز چهارشنبه و پنجشنبه اعلام شد. روز چهارشنبه PPI 1.5% بالاتر از انتظارات، برای خود ببخشید برای کور PPI و برای خود PPI 0.2% بالاتر از انتظارات بود که یک کمی نگران کننده هستش. همچنین CPI هم بالاتر از انتظارات و در یک شاخص تورمی دیگر هم بالاتر از انتظارات اعلام شد، و خب این یک کمی نگران کننده می بود برای بازار، چرا که افزایش تورم بازگشته، هنوز کشته نشده، هنوز حل نشده. چند روز پیش یکی از اقتصاددان اساریش هم براتون گذاشتم، اقتصاددان هایی که جایزه نوبل هم اتفاقا گرفته بود سالیان سال پیش، اومد و گفتش که اگر که ما خونه و ماشین و غذا و انرژی رو اگر از سبد CPI حذف بکنیم، تورم حل شده. و خب این خیلی جمله دقیقه نیستشون، تقریبا هر چیزی که آدم استفاده میکنن توی این مجموعه قرار میگیره. برحال CPI هنوز به اون از انتظارات بیشتر بود، مثل ماه قبل بود ولی از انتظارات بیشتر بود. کماکان CPI ماه به ماه مثبت هستش، کماکان ما ماه به ماه افزایش قیمت رو داریم، ولی خب یه ذره دست و بال فد در طی هفته گذشته به خاطر اتفاقاتی که افتاد بسته شد. اتفاقاتی که افتاد دارم به چی اشاره میکنم؟ دارم به جنگ در خاورمیانه میان اسرائیل، بین اسرائیل و حماس اشاره میکنم. و خب به هر حال آمریکا یکی از در واقع نزدیکان و چی میگن کلمه‌شو متاسفانه فراموش کردم، ولی بالاخره الای یا دوستان اسرائیل هستش و کسان در کنار اینکه جنگ اوکراین ادامه داره، برنامه داره که بالاخره به اسرائیل هم کمک بکنه، یه جورایی موظف هستش که این کار رو بکنه. و خب این فشار بیشتری روی دلار آمریکا میندازه، روی اقتصاد آمریکا میندازه، و دیگه نمیتونن اون سختگیری اقتصادی رو به تا مدت زیادی ادامه بدن. و این اتفاق و در کنار صحبت هایی که مثلا خانم جنت یلن کردش، از در وزیر تریژری آمریکا کردن که آقا ما میتونیم دو تا جنگ رو با هم دیگه ساپورت بکنیم، اینها همه منجر به این شدن که نسبت به هفته پیش، نسبت به روز پیش، حتی احتمال اینکه در پیش بینی بازار از اینکه نرخ بهره بعدی در دو هفته آینده که قرار اعلام بشه تغییر نرخ بهره نداشته باشیم به 90 و بیش از 95% است. این تقریبا بازار مطمئنه که آقا افزایش نرخ بهره حداقل ماه آینده تعطیل هستش،
ماه بعدش چطور؟ ماه بعدش یعنی انتهای سال رو مشخص میکنه و اگر به اون هم نگاه بکنیم، انتهای سال هم حدود 66% پیش بینی میکنن که ما امسال رو، سال 2023 رو، با همین نرخ بهره به پایان خواهیم رسوند. هرچند که هنوز 30% یک کمی بیشتر از 30% انتظار افزایش 25% می رو دارن، ولی خب ترکیب این مه و خورشید و فلکی که در جای با دنیا در اتفاق میفته منجر به این شده که بازار یک کمی نگرانیش از سختگیری های بیشتر کم بشه. میگم هم به خاطر بحث جنگ بود، هم به خاطر مسائل دیگه، و ولی خب از طرف دیگه نگرانی های CPI هنوز وجود داره. اگر که تورم خیلی بخواد افسار گسیخته بالا بره، احتمالاً شاهد حداقل صحبت های خشن تری از فدرال رزرو و آقای پاول خواهیم بود. شاید لزوما افزایش نرخ بهره نبینیم، ولی خب صحبت های خشن تر به نظر دور از دسترس نمیاد. اما به هفته آینده اگر بخوایم نگاه بکنیم، از کانادا نرخ CPI رو داریم که اعلام خواهد شد روز سه‌شنبه فردا، یا پس به اینکه چه زمانی داریم ویدیو رو نگاه میکنیم شاید امروز. ریتیل سیل ها رو خواهیم داشت، مقدار فروش خرده فروشی رو در واقع خواهیم داشت از آمریکا همون روز سه‌شنبه، و روز پنجشنبه از آمریکا unemployment claim ها رو خواهیم داشت، در واقع درخواست بیمه بیکاری جدید رو خواهیم داشت، و صحبت های آقای پاول رو. من این فیلتری که کردم همه رو نشون نمیده، اما چند تا از اعضای دیگر فد هم این هفته صحبت هایی رو خواهند داشت. نرخ بیکاری از روز چهارشنبه برای استرالیا اعلام خواهد شد و شرکت فارکس کار میکنن، اون رو هم حتما حتما دنبال بکنید. بسیار خوب، صحبت هامون رو کردیم، میگم یکمی با ترتیب متفاوت تری از همیشه این کار رو انجام دادیم، اما بریم و یه نگاهی به تکنیکال ها هم بندازیم. خیلی سریع، من خیلی حرف جدیدی ندارم که اضافه بکنم. اولا این حرکت خوب حرکتی بود که احتمالا همه باهاش آشنا هستین، تکرار مکررات نمیخوام بکنم، اما میخوام اون سناریوی بزرگتر رو یادتون بندازم. مینی بول مارکت رنج و یا مینی بیر مارکت تا 20,000 تا، این کل سناریوی بلند مدتی هستش که در ذهن من هستش. تا انتهای امسال، سال آینده طبیعتا متفاوت خواهد بود و به موقعش راجع بهش صحبت میکنیم. اما چیز دیگه ای که میخوام نگاه کنید، من یک کمی تایم فریم بیارم پایین، تایم فریم میارم روی 2 ساعته، اجازه بدین این رو حذف کنم که بهتر ببینید، تایم فریم میارم روی 2 ساعته، و این رو به خاطر داشته باشین. بریم S&P رو نگاه کنیم. S&P اگه دقت کنید، این حرکت دقیقا همون حرکتی بود که رو بیت کوین اتفاق افتاد، فقط بدون اون شدوی گنده ای که بالاش بود. اینو آوردم که بهتون بگم آقا کل حرکتی که امروز برای بیت کوین اتفاق افتاد به خاطر اخبار بیت کوینی نبوده، به خاطر اخبار فاندامنتال بوده، به خاطر تغییر وضعیت در واقع ژئوپلیتیک دنیا هستش، و اینها تاثیرگذار هستن و به شکل قابل توجهی هم تاثیرگذار هستن. توی S&P چی داریم؟ توی S&P حرکت به سمت بالا، برخورد به این مقاومت رو داریم و برگشتش رو این مقاومتی بود که خیلی وقت پیش کشیدیم، همین رایزینگ ویج هستش. اگر که بتونه این مقاومت اینجا نگه داره، من انتظار حرکت‌های به سمت پایین‌تر رو دارم. بازار قدرتمند نیستش، مخصوصا بازار بورس آمریکا، و خیلی حساس هستش به نظرم به اخباری که در حال اتفاق افتادن هستش، میتونه خیلی سریع تغییرش بده. طلا رو داریم، هفته پیش در 1800 صحبت کرده بودیم، گفتم اینجای فوق العاده است برای خرید اسپات، و خب حرکتش رو به سمت بالا مشاهده داریم میکنیم. برگشتیم تقریبا به رنجی که قبلا بودیم، با صبر بکنیم. میگم اینا الان بازار بسیار بسیار حساسه به اوضاع ژئوپلیتیک دنیا، و تقریبا هر پیش بینی با کوچکترین خبری میتونه که جابجا بشه. اما نفت رو داریم، نفت که برخلاف انتظارات، من انتظاراتی که حداقل توی بازار وجود داشت، انتظارات خیلی خیلی قیمت های بالاتری وجود داشت، اما کماکان به نظر میرسه که نتونسته اون استرنگت و اون قدرت رو پس بگیره. هنوز زوده برای اینکه بخوایم تصمیم بگیریم که آیا تمام شده یا نه. دوباره طبیعتاً خاورمیانه بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود روی این موضوع، اما فعلا میگم من روی سایدلاین هستم، کنار وایستادم، به جز حالا ترید های سوینگ ترید کوچیکی که روی بیت کوین میکنیم، من توی توییتر توی استوری ها بعضی میذارم، ولی خب در حد کلی در بقیه بازارها به طور خاص فارکس فعلا دست روی دست هستم، و خب شما هم استراتژیتون تعیین خواهد کرد که چه کاری برای شما بهتر خواهد بود. اما اگر بخوایم یک دوری هم در بازار فارکس بزنیم صرفا برای اینکه ببینیم تکنیکال ها اوضاعش در چه حال هستش، دلار آمریکا به ین ژاپن رو داریم. به نظر میرسه که داره به یک تاپینگ پترن میرسه، به یک سقفی میرسه که در واقع همراه هستش با این سقف قبلیش، و این میتونه یک مقاومت خیلی جدی و آماده تغییر جهت باشه.
دلار استرالیا، فرانک سوئیس، این روند نزولی که دنبال میکردیم، بچه‌ها که اینجا ترید رو گرفته بودن هنوز به نظر من جا داره که ترید رو برای خودشون نگه دارن. هنوز شاید زود هستش، استاپتون رو قطعا جابجا بکنیم، ولی به نظرم هنوز زود هستش برای اینکه بخواید از این ترید شورت خارج بشین. یورو به دلار استرالیا رو داریم، توی این کانال داره آروم آروم میره بالا. این تریدی که این پایین گرفته بودیم راجبش صحبت کرده بودیم، من به شخص تریدم رو بستم، بخش زیادیش رو وقت بقیهش هم بسته شد در حرکت رو به پایین. اما اگر پایین گرفتیم و نگه داشتیم شاید بد نباشه که بخوایم تا بالای کانال دنبالش بکنیم. میگم امروز خیلی حرف خاصی ندارم، مخصوصا یه ذره صدام بیشتر از این نمیرسه. دلار کانادا به ین ژاپن، این هم میتونیم ریاکشنش رو ببینیم. میگم ریاکشنش بسیار بسیار شبیه نفت هستش، طبیعتا صادر کننده و وارد کننده بزرگ نفت دنیا هستن. ولی خب اینجا هم داریم هایر های نمیبینیم، اینجا هم داریم قله جدید نمیبینیم و یه جورای ضعف توی دل بازار مشخص هستش. من زیاد نقاشی دوست ندارم بکنم قبل از اینکه بخوایم اتفاق جدی ببینیم، ولی خب اگر تنش ها بالا بگیره در خاورمیانه، طبیعتا میتونیم شاهد بالاتر رفتن این جفت ارز هم باشین. از طرف دیگه هات رو که دنبال میکردیم در بازار TSX در کانادا، هدف دو دلاریمون هنوز برخورد نکرده، تا 2.3 دلار هم اومدیم، ولی خب طبیعتا امروز با این خبر خوب یک کندل 10% ناقابل اینجا وجود داشت. ما قسمت عمده خریدمون رو روی 2.5 کرده بودیم، ولی خب من کماکان منتظر 2 هستم و خیلی خیلی خوشحال خواهم شد اگر این اتفاق بیفته. بسیار عالی، ممنون از شما، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین. نظرتون رو برای من بنویسین، شما چی فکر میکنید و شما چه چیزهایی رو مد نظر داریم برای هفته پیش رو. ممنون از همراهیتون، تا دیداری بعد، خدا نگهدارتون باشه. I know you're